این کادر رو، این تصویر رو اگر صداشو بردارید و به هر حال زمانش رو شما اون وقت ببینید، میتونید تشخیص بدین قرن پنجم، قرن چهارم چه هست و چه نیست، با هم میبینیم. آمریکا به خیابان سرا و آمریکا همشون فرمودند نگذارید که دین بلا ماشاءالله زبان. ببین آمریکا بله، هر چه فریاد دارید سر آمریکا بزنید. آیت الله خمینی بر در دیوار تهران و شهرها هم نوشته بودن اون موقعی که میبینین این بابا چه فریادهایی میزنه. این برای همین هاست، چون برخی ها سوال میکنن که چه شد که آمریکا به زانو در اومد. سوالیست مسئلتون به قول علما، چه شد که آمریکا در برابر انقلاب اسلامی به زانو در اومد؟ مرگ بر آمریکا یه همین اصلا کاخ سفید مرتب اینجا گرفتن ستونا رو، این ور اون ور کاخ سفید رو که نیفته، از لرزه‌ای که بر کاخ سفید و بقیه جاها میفته. میبینیم که این سالها پاسخ اون کسانی که میپرسن چه شد آمریکا به زانو در آمد این ها هست. من مدام را پیمای ترم به بی ارز نامه کسیب، مرگ بر اوباما، مرگ بر جان کری، مرگ بر ترم، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آر سعود بی ارزه، عرب بی ارزه. خانمی هستم بی سواد هستم، گفتم این دیونه، وای به مردم امریکا، وای به مردم امریکا که این رئیس جمهورشونه. میکنم نانم از تبدیل رو اعزاب میکنم، بکن من که سرمو در نکنه بیچاره دیونه، خدا برای جد بمیر اون قیافه نسل، خدا برای که بر نگردی ایشالله امشان سکته مزقی بکنی. درسته جان کری اوباما دیگه نیستن، ولی خب به هر حال یه جور مستحب بلا بود. اگه این ترامپ واجب از نظر این بابایی که شعار میداد، اون دوتا مستحب هستن. این امام جمعه کزاز یا کزاز اونطوری که خود این بابا تعریف میکنه خب بسیار میشناسن و شنیدن دیدن طی این روزهای بعد از مراسم سالگرد که خسته و درمانده چه گلایه‌ای داره. ولی به هر حال عوامل دشمن در کزاز باعث شدن که گروه اندکی بیان در سالگرد انقلاب. با سرورم در هندوستان 22 بهمن مسلمان ها جشن گرفتن، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی سفارتخانه های ایران همه جشن گرفتن، ولی متاسفانه ملت کزاز سال به سال از این جشن و پیروزی عقب نشینی میکنن. اینا خیال نکنن آمریکا دوستدارشونن، خیال نکنن زیر پرچم آمریکا میتونن کاری بکنن. بنشین تو خونه هاتون، از اسلام و قرآن فاصله بگیرید هرچی میتونید، ولی اسلام پیروزه. شما نمیدونید رئیس جمهور آمریکا کاسه گدایی به دست گرفته، در کشور میره التماس میکنه بیاید بر علیه مردم ایران، ولی اسلام و قرآن پرچمش به دست امام زمانه، پرچمش به دست رهبره. این مردم کزاز سال به سال عقب نشین میکنن، خواب توتره این مردم که عقب نشین میکنن. درود بر شما که اومدید دو قدم جلوتر. بنده هیچ نوبتی ندارم و شرمنده انقلابم، هر کار کجا اخبره. تکبیر، الله اکبر. حضور شکوهمند، حضور شکوهمند، حالا اگر کسانی بودن نبودن اون مهم نیست، مهم اینه که حضور به هر حال شکوهمنده. دشمن شکن هست، شکوهمند هست، همه اینها در صحنه خیلی باعث حیرت جهانیان شد. جهانیان مرتب در حال حیرت هستن از بابت اون چیزی که در ایران میگذره، در مورد به خصوص پایگاه مردمی ولایت در میون ایرانیان که نگو نپرس جهانیان حیرت بر حیرت افسوده.
در هندوستان سالگرد انقلاب رو میگه جشن گرفتن، البته سفارت جمهوری است. در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان هم جشن گرفتن و باز هم البته سفارت جمهوری است. ولی در کزاز و از اون در تهران اون شوخی نیست امام جمعه کزاز. ایناست که ما میگیم توطئه‌های آمریکا باعث میشه که خیلی اتفاقات بیفته، مارمولک هم جاسوسی بکنه. این مسئله هم مسئله اختصاص به نهادی دونه نهادی دستگاهی دونه دستگاهی نداره. همه میخوان تلفظ بکنه، اهمیتش از نهادیار بیشتره. دستگاه هایی که میشه پیش میکنند با دولت وزرا و دیگران در دایه دولت باشه. بعدم این مسئله بودجه میخواد، من یقدر نگران بودجهش هستم. از دولت میخوام تا اگه بودجه بگیریم که اونا که مرتب میگن نداریم، اصلا چه خوب دروغ هم نمیگن، بالاخره وضع مالیشون خوب نیست، وضع مالیشون خیلی ناجوره. دشمن و معاند هم بیکار ننشسته اون. اونا رو 40 سالگرد انقلاب ما کار میکنه، فکر میکنه که این انقلاب تا کی میخواد بمونه. خب 40 سال کار بمونده بسشه، ما باید زیر و روش کنیم. خب راستشو بخواد بعد از انقلاب بگیم اگه روحانیت بدون بودجه میتونه کار کنه؟ این همه آب و آبادانی و گلبانگ مسلمانی و همه اینهایی که ما داریم از برکت همین علمای به اضافه بودجه است. اینی که آقای جنتی هرچه که بود که ما متوجه نشدیم، شما مترجمین عظیم و شان به ما خواهید گفتید چه گفت. همه علمایی مثل جنتی که نگران بودجه هستن. بله وقتتون بخیر. وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک. سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. زنده باشید. حالا اجازه بدید من یه سوال. به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم. این همه میدونن. مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر. آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی سرا؟ میدونی سرا؟ آمریکا ما الان خودشفا شدیم. چند تا دانشمند ما را ترور کردن. هن؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این جیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم، این جیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه، برام گم شد اون با اون. آره من اد نظر چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر کنه. خودکفا شدیم ما در حال تو تمام کل جهان از ایران حساب میبرن. روپای خودمون وایسادیم، نیستی شاه وابسته نیستیم. فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی کل درسته یه خود جیرانی هست. اون خانم و اینا این لخت و پتی اینا رو ولش کنه. هر پاشو از من بپرس، حزب الله هم بچه تبریزم، زمان زنج خدمت کردم، اینا رو ولش کن. به خاطر که وطن من خودم زمان میخواد کارت ایسلامون شما قبولتونه، دستتون در نکنه. زنج خدمت کردم، میدونی چی شده، چی کار کرده بود؟ کل دنیا ایران زنجید، جیران همه جیرانی زیر سر آمریکا، اسرائیلی تمام شد و سلام. یه خوردم این دزدار این 3000 میلیارد اینا مسئولین اصلا تقصیری ندارن. یه تا دزدن این بیسار روحانیتی کار کنن. یکیش همون چیه این رئیس بانک صادرات فراشد چیز کانادا، اون دزدو شده. به خاطر چه؟ خیلی ممنون. حالا یکی هم ورداشته رفته، دوتا هم رفته، سه تا هم رفته، اینا مهم نیست. یه مقدار جاش عوضش این همه برنامه های سازندگی و اینها، همه اینها امید بخش هست. من نمیبینی روز به روز بر رفاه و آسایش شما عزیزان که خود شما بهتر میدونید، بهتر از من و بقیه میدونید که افسوده میشه ناشی از همین چیزها. به هر حال بخشی بود و فقط بخشی بود در 39 سالگرد انقلاب، انقلاب اسلامی. اون شکومندشو دیگه خودتون به کراماتتون بستگی داره استفاده میکنین یا نه.
به هر حال ما می‌خواستیم یه مرور کوتاهی داشته باشیم بر این دستاوردها و کسانی که پرسش کرده بودن یا پرسش داشتن که چه شد که آمریکا به زانو در آمد، نشون بدیم که اینطور شد با این شعارهای کوبنده، با این اقدامات. حالا پیامدش برای مردم ایران به هر حال مبارزه‌ای بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره و بقیه چیزها.